خیلی لجبازی. ببینم تا کی میتونی لجبازی کنی. اینجا خونه جدیدته. فاچا، اگه کاسه صبرشو لبریز کنی به اندازه فرعون ظالم میشه. اگه میخوای بری الان وقتشه، همین الان. یا الان یا هیچ وقت. من هیچ جایی نمیرم. آروم باش. نمیتونم یوسفو ول کنم. فهمیدی؟ بمیرم هم ولش نمی کنم. چه اینطور؟ میخوام یوسف رو ببینم. وقت داری؟ یوسف همیشه ازمون سوال میکنه که خالش کجاست. نمیدونیم بهش چه جوابی بدیم. میدونم تو هم عصبانی میشی، ولی بالاخره اون دخترم خالشه دیگه.
میدونی که نمیتونیم اینو نادیده بگیریم. خب خواهرش مرد، باباش هم مرد، دیگه هیچ کیو نداره این دختر. یه خواهرزاده داره که اون... موضوع دیگه ای هستن داداش؟ نه. چند لحظه بعد غذا آماده میشه یامان جان. یامان چیکار کنیم؟ اون دختر رو تا کی اونجا نگه داریم؟ هر چقدر نیاز باشه باید بمونه. میخواست کنار خواهر زادش باشه. منم همین کارا کردم. پس بردتش زیر زمین. خیلی خوب. من نیم ساعت بعد جلسه دارم. اگه کار دیگه ای نداری باید برم. اگه میخوای بری الان وقتشه، همین الان. یوسف پیش تو امانته، نذار پیش اون خونواده بمونه. یا الان یا هیچ وقت. این بار کارو تموم میکنم، نوامو ازشون میگیرم، اون امانت دخترمه.
بگو. اون دختره اصلا دیشب نخوابیده، صبحم حالش بد بود، الان فکر کنم خوابه. منصرف شو. شاید از این اتاق زنده بیرون نرم، ولی یوسف رو ول نمی کنم، از امانتم منصرف نمی شم. We'll be right back.
صبح بخیر عمو جون. صبح بخیر، بیا تو، اشکالی نداره که کسی دعوتت نکرده. بیا غذا آماده است، نیمرویی درست کردم که انگشتات هم بخوری. سلام. علیک السلام دخترم، خوش اومدی. خیلی ممنون عمو عثمان، واسه صبحونه یه چیزی آوردم که دوست داری. امروز اینا رو نمیخوری، یه صبحونه یه فوق‌العاده واسه تون آوردم. ولی من نمیتونم کله پاچه بخورم، برای معده‌م خوب نیست. یکم صبر کنم عثمان، ببین کله پاچه نیست. کیک. آره، ولی از این کیک های علکی نیستا، شکرش کمه، روغنش هم خیلی کمه، در ضمن واسه شما خیلی مفیده چون تخم مرغ واسه تون ضرر داره. اما چرا؟ خیلی خوب، از شما بشینین، من میرم چایی بذارم. نه نه عمو جون نمیخواد، من خودم چایی میذارم. نه نه نمیخواد پسرم، زود باش بشین. وای خدا، اینجا رو ببین کی اومده. صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر داداش. صبح بخیر یامان. بگیر بخور. دیشب فاچا تا صبح پارس میکرد یامان، چیزی شده بود؟ آی عزیز دلم، تو که چیزی نخوردی، حداقل یه لقمه عسلتو بخور. ببین خال عدالت چه کورابیای خوشمزه ای واسه درست کرده، زود باش یه دونشو بخور. وای چقدر خوشمزه به نظر میاد. ولی این که لیمویی نیست عزیزم. امروز نشد، فردا به خال عدالتت میگم برات لیمویی بپزه. عمو جون داروهاتو خوردی؟ منظورم داروهای قبل غذاته. خدای من کلن یادم رفته بود، حالا میرم میخورم، شما هم غذاتونو بخوری. علی ببین، نمیخوام بگم ولی آلزایمر بیماری خطرناکیه ها، هر روز که بگذره بدتر میشه. هنوزم نمیخوای جدی در موردش فکر کنی؟ بعد از تصمیمی که گرفتی پشیمون میشی. تا وقتی خودم بتونم با من میمونم، هرچی بشه همون موول نمیکنم. میرم یه قاشق بیارم. Thank you.
از یوسف نمیگذره. تقریبا همینطوره، چون هنوز منو نمیشناسه. یامان، میتونستی هر بلایی سرش بیاری، حتی تو کشتی تنبیهش کنی، ولی اووردیش خونه. چی تو سرته؟ یه بچه شیر گرسنه رو تک و تنها تو بیابون ولش کنی، گرچه کوچیکه و ضعیفه، اما یه روزی سلطان میشه. قبل این که اون شیر سلطان بشه، کارشو بساز. قبل از این که وقتش بگذره، اون یارو پیش توه؟ کیو میگی یامان؟ متینو میگی؟ آره، همین الان ببرش زیر زمین. یامان، حالا با من لج میکنی آقا عثمان؟ علی بودو بیا گازو باز گذاشتن. اینجا آتیش گرفته، ببین. اگه نمیدیدم خونه آتیش گرفته بود. امکان نداره، امکان نداره من گاز روشن گذاشته باشم. مهم نیست عمو جان، خدا رو شکر که نفر حواسش بود. بذارم، خودم گازو خاموش کردم، بعدشم چای رو آوردم و گذاشتم رو میز. خیلی خوب، نمیخواد نگران باشی. نگران نیستم، دارم میگم گازو خاموش کرد. هممون گاهی فراموش میکنیم، اما عثمان اتفاق دیگه، نمیخواد نگران باشی. بذارم. عمو، میدونم نمیخوای، ولی چطور یه بار دیگه در مورد خدمتکار فکر کنی؟ خودتو ناراحت نکن، من میرم میزو جمع کنم. عمو جون، ببین پسرم، اگه بازم میخوای همون حرفا رو بزنی، الکی خودتو خسته نکن. من خدمتکار نمیخوام. خب عمو جون، خودت که شاهدی، اگه بیگم نمیدید گاز روشنه سوخته بودیم، با خدمتکار خیالم راحته، برای تو هم خوبه، راحت میشی. خیلی خوب، هر چی تو بگی. اما یادم درست و حسابی برام پیدا کن. من یه نفر رو پیدا کردم، هر موقع شما بخوای میگم. ببینین بچه ها، این کار آسون نیست. اگه من به خدمت کار نیاز داشته باشم، خودم انتخابش میکنم، فهمیدین؟ به هر صورت بعدن حرف میزنیم، برو، داره دیرت میشه ها. اوه، منو به حرف گرفتین، دیرم شد. خب میخوای من برسونمت؟ به محل کار منم نزدیکه. باشه، خیلی خوبه، با هم میریم. اما جون من میرم، خداحافظ. به سلامت پسرم، خداحافظ. مواظب خودتون باشین عمو عثمان، در ضمن یکم حواستون رو جمع کنین.
قراره کجا بریم زنمو؟ میریم اسب سواری خوشگلم. استبلو یادت هست؟ امروز بازم میریم اونجا. فقط منو تو؟ اگه من فقط باشم چی؟ کسی دیگه ای هم میخوای اونجا باشه؟ آره بریم سوار ماشین شین، منم میام. بریم. کار خوبی کردی یامان، تفریح برای یوسف خیلی خوبه، شاید همه چی رو فراموش کنه، برای روحیش خیلی خوبه. من محافظ گذاشتم براتون، ولی بازم شما نگران نباش، شب بر میگردی. تعمیر کارای زیر زمین اومدن. آقا چنگیز بدون هماهنگی با من اونا رو فرستاد، گفت یه چیز مهمه. اون وسایل الکتریکی هم بگو فردا بیان. به جز من هیچ کی حق نداره بره زیر زمین. باشه. نه، چرا منو آوردین اینجا؟ لطفاً ولم کنین، بهتون پول میدم ولی منو از اینجا ببرین. گفتم ولم کنین. شما چجور آدمایی هستین؟ نزنی. تو این حقو نداری. میرم. لطفاً ولم کنین. ولم کنین. ولم کنین. من کاری نکردم. دست دیگه. تو رو خدا ولم کنین. تو روزی صد تا میانو میرم. از من چی میخواین؟ لطفاً ولم کنین. من چی کار کردم؟ خواهش میکنم. سر نزن. خدایا. خدایا. Come on.
برای فیگن یک کادوی خوشگل خریدم. خیلی شیک و ظریفه، خیلی قشنگه. اگه ببینی حتما خوشت میاد. واسه تو هم یک کراوات آبی خریدم، مثل لباس خودم. از هر دوشون خیلی خوشم اومد. عزیزم گوشت با منه یا نه؟ چرا چیزی نمیگی؟ آره گوشم با توه. داری میشنوی؟ گفتم کراوات علی. کراوات؟ اون کراوات. لب و لوچت آبوسه نکن، شوخی کردم. کراواتو هر موقع خواستی ببند، حداقل تو عروسیمون ببند باشه. علی ببین خیلی کم مونده، وقت زیادی نداریم. این روزا نباید بری مأموریت، اگه بری بد میشه. هنوز خیلی مونده، در این باره بعدن حرف میزنم. چراغا کی سبز میشن؟ خب همین الان هم دیرم شده. بهتره من پیاده برم. ممنونم که تا اینجا منو رسوند. علی؟ علی کجا میخوای بری؟ علی؟ آخه این چه کاری بود؟ و پیش یه حیوان بذارم. ظالم بشی. آروم باش. آروم باش. آروم باش. بیا بغلم.
از اینجا میبرمت. ای بابا، هنوزم گوشش خاموشه. خواهر ناتنی تنه؟ اسمش چی بود؟ سحر. چیزای بدی به ذهنم میاد. شیطون میگه پاشو برو آنتی. گفتی پدرشو از دست داده، شاید میخواد برای یه مدت تنها باشه. خب نمیدونم، ولی همش میترسم یه بلایی سرش اومده باشه. خون سب باش، هنوز چیزی نشده. اما اگه یه بار دیگه پشت فرمون با گوشی حرف بزنی. معذرت میخوام جناب سرهنگ، وقتی پای خواهر و برادر وسط باشه خب میدونی دیگه احساساتی میشه. نزدیک بود بمیره، به خدا میمرد. اگه میمرد بدبخت میشدم جناب سرهنگ. این بار تو مقصر نیستی. کسی که بدون دیدن چپ و راستش از خیابون رد میشه احمقه. حرکت کن. والا جناب سرهنگ، خدا رو شکر که پلیسم. آخه چرا؟ خب وقتی پلیس باشی میدونی چی جرمه و چی نیست، میتونی خودت راحت نجات بدی. فکر نمی کنی جرم برای پلیسم جرمه؟ نه خب اینجوری فکر نمی کنم. البته گاهی خب میشه که این مشکلات. چی میشه فرهاد؟ آره بذار اینجوری بگم جناب سرهنگ، الان بهت میگم. وقتی یه نفر پلیس باشه میدونه چه کاریو نباید انجام بده. یعنی همه میتونن تو عملیات باشن، ولی همه نمیتونن ماشه رو به موقع بکشن. همه این قوانین اول واسه ما هستن، بعدش برای بقیه. تو زندگی هیچ چیزی بدون قانون و نظم معنا نداره. آره جناب سرهنگ، آره حق با شماست، کاملا درست میگین. آره درسته. یکی از دوستامه، وقت گیر نیورده حالا زنگ زده. عجب دیوونه ایه ها.
نسلیهان؟ میشه آب میوه‌مو بیاری اینجا؟ نسلیهان؟ صدامو نمیشنوی؟